NPC باور داره سرنوشتش از اول برنامه ریزی شده. Yes. هیچ راه گریزی نداره. فقط باید دستورالعمل هاش رو دنبال کنه تا به انتهای بازی برسه. جایی که شاید جایزه ای داشته باشه. 100%. باش. بیا. معنیش در زبان عبری اون کلمه میشه حبه هنگور. نمیدونم چی. نه در زمان آرام 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 میشه حبه هنگور. حبه انگورو خوب مهد زبان آرامی. NPC به دنبال نتیجه لحظه ایه، اون کار رو موقع انجام بده، خوشش بیاد، خوش اومدن لحظه ای داشته باشه، خنده و شادی لحظه ای داشته باشه، واکنش لحظه ای داشته باشه، بدون داشتن هدف یا معنا در کل بازی. یعنی کودک درون همینه. این دقیقاً چیزی که گفتی خصوصیات یک کودک در دوران کودکیشه. دلش میخواد همین الان بهش خوش بگذره، به بقیه چی میگذره اولا اصلا مهم نیست، چون خیلی خودخواه کودک، فقط خودش رو میبینه. فقط الان خوش باشه، همین. بقیه چی شد، بقیه چی شدن، تش چی میشه، این اصلا دیگه معلومه. و در نهایت NPC به راحتی تحریک یا تریگر میشه. دائم التریگر. چرا؟ چون هر اتفاقی ممکنه باعث بشه که یه ذره هلش بدن بیرون از منطقه امنش. و اولین لایه بعد از این اصطلاح کامفورت زون یا منطقه امن ترس. یه دونه ویدیو داریم روی یوتیوب، برید ببینید. اولین مرحله تو پا تو از این کامفورت زون میذاری بیرون ترسه. نمیخواد با ترس مواجه بشه. ترس چه؟ ترس در درون ماست، در ناخودآگاه ماست. نمیخواد با ترسش مواجه بشه. بنابراین عصبانی میشه، ناراحت میشه، عکس العمل نشون میده. چه همین تو باقی بگم. شاید بعضی فکر کنن که تمام این چیزایی که داریم میگیم تنها در این محیطی که واردش میشن، حالا به اسم حالا اینستاگرام، در این محیط یادگیری آموزش توی صفحه شهروز، توی صفحه من، توی صفحات دیگه، در این محیطه، در این چارچوبه. نه، اینا همش مال بیرونه، یعنی مال صبح صبحونه خوردنه، مال زندگی... با مدیر مدرسه حرف زندگی زدنه، زندگی عادی. دقیقاً با راننده تاکسیه، با سر کار، با مدیر یه چیزی بهت میگه. حالا یادم افتاد، من مدیرم آدم بسیار تریگریه، یعنی کافی یه چیزی خلافه، بدون اینکه اصلا فکر کنه که چیه داستان چیه، بلافاصله یعنی چیز میکنه، واکنش نشون میده بهش. جایی که من اینو میدونم، هر مشکلی که پیش میاد و اون واکنشش رو نشون میده، میگه بیا بریم صحبت کنیم. میگم یه ساعت دیگه میام باهات صحبت میکنم، الان کار دارم. میگه باش، کارت برس. بعد از یه ساعت میرم میگم که اون چیزی که تو گفتی اینجوریه. بعد میبینم که اینجوری میاد پایین از موزش. یعنی اینا تمام این چیزایی که حالا گفته میشه مربوط به اینجا نیست که با من تریگر میشی یا نه. با من کسی رو تریگر نمی کنم. هدف من تریگر کردن کسی نیست، یا شهروز هدفش تریگر کردن نیست. اگرم هدفش تریگر کردن باشه، آگاهانه است و به تو میگه که داره تریگرت، ممکنه تریگر بشی سر این، یا ممکنه تحریک بشی سر این. ولی تو خیابون راننده تاکسی نمیگه اینی که میخوام بهت بگم در مورد سیاست تو رو ممکنه تریگر بکنه. نه، میگه. تویی که انتخاب میکنی یا تصمیم میگیری در اون لحظه چه کنش یا واکنش نشون بدی. این تریگر مبحث پریشان کلاس کودک درون ما بود و هفته بعد باهاش ادامه میدیم. یعنی بچه کودک که گرم اینجا باشن دقیقا میدونی چی همینه. و ما باید تو زندگی اصطلاحا روزانه و روزمره و عادیمون این آموزه ها را، اگر که چیزی براتون داره و داشته، به کار بگیریم. وگرنه اینجا که همه چی گل و بلبله. من یه اصطلاحی دارم فر رو تو کلاس ها بیشتر استفاده میکنم و سعی میکنم خیلی توی لایف ها نگم، ولی احساس میکنم اینجا الان اینو میگم. من به بچه ها میگم من چوب داری شرمشون یا اصلا شما تمام دوره های منو میان که من چوب داری چرخشون، ولی این چرخه منظورم اون فرکتاله، اون چرخه تکرار شونده معیوبه که تو همینجوری مثل این هستم که این چرخ ها میچرخن. چی میشه بعدش؟ هیچی. اینقدر میچرخن
که گشتش میشه میاد بیرون میخوره، دوباره میره تو دوباره میچرخه. من چوله اون چرخ معیوب میذارم که تو از این چرخه که داری اینجوری میچرخی، هیپنوتیزم شدی، بیافتی بیرون. یه چرخه آگاهانه کمکت میکنم برای خودت بسازی که هر موقع دلت خواست دوباره تغییرش بدی. همونی که الان مولانا گفت، تو جای خودم نمیچرخم، پیش رونده میچرخم. اتفاقی که واسه زمین و ما و کائنات و منظومه و کهکشان داره میفته، سر جاشون نمیچرخم، با سرعت چند صد هزار کیلومتر در ساعت دارن پیش میرن و میچرخن. من چوب لای چرخه تو میذارم، ولی این چرخه رو تو نمیخوایش، ولی نمیبینیش. من کمکت میکنم این چرخه بیسته، تو بیفتی بیرون. یهو دور و برت نگاه کنی، او اصلا دنیای این شکلی بود، نه اون شکلی که من اون تو داشتم میدویدم. حالا چی کار کنم؟ من کمکت میکنم، من نمیتونم برات بسازم. هر کسی چرخ زندگی خودش رو باید بسازه. من کمکت میکنم، این چوبا رو بهت میدم، میذارم لای چرخه، تو بیفتی بیرون. حالا چرخه تکرار شونده یا آگاهانه بساز. آقا میشه چرخه تکرار شونده نباشه؟ نه. این دنیا بر اساس فرکتاله. ولی آگاهانه است، بنابراین دائما در حال تغییره. تو میتونی دوبار تکرارش کنی. میتونی خیلی ازش لذت ببری ولی تا آخر عمر تکرارش کنی. دقیقاً همین. چطور بکنیم؟ بله بله، حتما چطور باز بکنیم. تا چطور باز می‌کنین من بگم که ارتباط یا تعامل بین فرد با دنیاش اگر بر اساس واکنش باشه، تکلیفش معلومه. شما هر واکنشی نشون بدی، دنیای اطرافت به اون واکنش تو واکنش نشون میده، علتی میشی برای معلول. وقتی کنشی انجام میدی، دنیای تو، دنیای که هیچ ربطی به من نداره، یعنی حتی اگه من بغل تو راه برم، کنش یا واکنش که تو انجام میدی هیچ ارتباطی به من نداره. دنیای تو با دنیای من فرق میکنه. با هم دست هم بگیریم. بعضی ها به شما ابزاری میدن مثل شهروز که این واکنش رو تبدیل به کنش بکنی. بعضی ها به شما یاد میدن که این دنیا چطوری کار میکنه، که بعد بری ابزارش رو پیدا بکنی که حالا که اینطوری کار میکنه پس من چه کار بکنم که بتونم کنشگر باشم نه واکنشگر. و جالبه، وقت زمانی که کنش داری با دنیات، خب تو کنش داری، اونم کنش داره، بعد با هم دیگه مچ میشین دیگه. اینا حالا قانون سوم نیوتن هم اگر بخواین در نظر بگیرین، شما هر چیزی که بدی، نمیگم بدی یعنی بی این مال تو، نه اینکه بگم فردا بری ماشین تو بندازی، آره فردا بری ماشین تو بندازی تایی دره، بگی بیا دنیای مال تو، بعد فکر کنی که یه ماشین دیگه بهت میده، نه به خریتت میخنده. خب ولی هر چیزی که بهش بدی، هر عملی که بهش بدی، همونو به تو عمل میکنه. اینجوری بگم قشنگتره. حالا از مبحث فکر و گفتار رو اینا بگذاریم، شما هر عملی که انجام بدی، همون عملو باید انجام میده. دوست داری اون عملی رو انجام بده که دوست داری برات انجام بده. دوست نداری، هر چی دوست داری انجام بده، اونم هر چی دوست داره بهت میده. به قول خارجی های عمر میگن it's up to you، به خودت بستگی داره. منتها این نگم قوانین بازی، این شکل بازی، این چرخه، این بدبستون، اینا یه سری قوانین داره. این قوانین رو آدمی مثل شهروز با تجربه و دانش و تحقیق و دادن بلا 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 بلایی که انجام داده، برای خودش میدونه، انجام میده و زندگی میکنه. و اون میگه این تجربه های منه، بیا مال تو. تو میری استفاده میکنی و نتیجه میگیری. نه، تو چهار تا چیز بهش اضافه میکنی برای خودت و اون رو استفاده میکنی. خب در نهایت از یه جا باید تصمیم بگیری که ورای تمام اتفاقات که در اطراف تو در تمام این دنیا میفته که به تو هیچ ربطی نداره، در حالی که ربط داره، مسیر زندگی خودت رو علارغم تمام چیزهایی که در گذشته داشتی و دوست نداشتی تغییر بدی. این گوی، اینم میدان.
مثال زیاده برای آدمایی که مسیر زندگی خودشون رو تغییر دادن. حالا اینو دارم میگم که اگه کسی سوالی داره در این مبحث بپرسه. مثال زیاده که کسی چیزی داده و چیزی گرفته. اینجوری هم نیست که یه دونه بدی یکی بهت بده، یه دونه بدی 10 تا بهت میده، چون خیلی هم سخاوتمنده. ببین باز دوباره صدا منو در دیشب خوندنش میگه اینجاست ربا نیکو جانی ده و صد قصه. بفهم اینجاست ربا نیکو جانی ده و صد قصه. میگه تو یه دونه بده 100 تا بده، ولی آگاهانه ادای بقیه رو در میاری. خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت میشی، بده بستون نیست. این ادا در آوردن. اگر فاعل بودی و آگاهانه داد و ستد کردی، که تازه از دیدگاه من داد و ستد تازه یه مرحله پایین بالاتر از اینم هست، میشه شفقت. من میدم و نمیخواستم، دادی دمت گرم، ولی من عشق میکنم اینو، این دیگه میشه اون تحمل، میشه کامپشن، میشه اون شفقت. قبلش امپاتیه، بعدش کامپشن. انگلیسی نگین، قبلش همدردی و همدلیه، بعدش شفقت. مثلا طرف میاد ناله میکنه واسه من، واقعا من خیلی دوست ندارم واسه من، اصلا گوش ناله شنیدم ندارم. که ببین چی میخوای، دردت چیه. میبینی وقتی درد رو میگه اصلا ربطی به حرفایی که زدم. میگم خب در این زمینه که گفتی من این کمک از دستم برمیخوام. بله من هزینه‌ش رو پرداخت میکنم. گفتم من در مورد پول صحبت کردم، من در مورد زمان صحبت کردم. گفتم من میتونم این کمک رو بکنم، میخوای؟ آخه همینجوری که نمیشه. و جالبه که میگم ببین تو حتی پذیرای هدیه نیست. اینا همه جزئیات زندگی تو که داره تو رو تعریف میکنه. یه کمی از می نویسه فعلا میگم ببخش ما کمک دوست دارم. ببینیم چی میگن بچه ها. همین یه کلمه رو از من داشته باشین، اینو بنویسین، بزنین یه جایی، ببینید بدونید که جهان بیرونتون خیلی سخاوتمنده. هر چی بهش بدین 100 تا بهتون، حالا به قول مولانا 100 تا بهتون میده، حالا من 10 تا گفتم، زیاد سنگینش هم نکنم. اینجا رو باز میکنم. جالبه ببین دیروز صبح من باهات صحبت کردم، بهت گفتم فردا بریم لاز، درسته؟ بله دیروز آره. صبح شما بله آره صبح من، و بعدش من ریمایندر خودم اومد که آقا امروز تولد سراسین. من اصلا دیشب نمیخواستم بیام شعر بخونم و این شعر رو خوندم و کاملا به بحث امروز مرتبط. این سینکرونیسیتی ها رو من عاشقش اصلا واسه همین دارم زندگی میکنم که هی بیشتر این سینکرونیسیتی ها تو زندگیم بگیم، چون در تک تک سلول های فیزیکی و غیر فیزیکی بر این باورم که همه چیز به همه چیز دیگر متصل است. پس من باید نقش خودم رو در این اتصال و ارتباط ببینم، نه اینکه خودم رو یک موجود جدا ببینم که داره یه سری بلا سرم میاد، یه سری قوانینه، یه سری کنترل هم میکنن، یه سری فلان، که خب تموم شه این زندگی ساب برده راحت شم برم. اصلا این مدلی یه من پذیرای هدیه هستم، من هدیه رو به اونی که دلم بخواد. اینجا رباس بگو. دوستان سوالی دارین بپرسین لطفا، اگه ندارین همه چیز واضح هم... یعنی همه چیز واضح بوده دیگه، یعنی راجبه این مقوله مثل این معلم ها راجبه این مبحث هیچ کس سوالی نداره، همه چیز واضح بوده. دوستان من فکر میکنم حدود 5 تا 10 دقیقه وقت داریم. حالا سوالاتون بپرسید، چون من یکانی قرار دارم بده. بسیار عمالی. منم میخوام من مرینیتم رو کردم قبل از اینکه بیام لایو، بعدش برم. میگه استاد به من آموزش بدیم، من پذیرا هستم. این همه دوره طراحی کردیم که شما بیا یاد بگیر. شما قدم برای خودت بردار، مطالبی رو به دستت من میرسونم که هیچ کجای دیگه به این شکل به دستت نمیرسه. هر کسی مدل خودشه. من مدل خودم خیلی دوست.
ولی همه اونایی که دوره طراحی میکنن مدل خودشون رو دوست ندارن. اینو میگم. چی؟ دقیقا من چی؟ بعضی وقتا من کلمه ها رو نمیفهمم. بنابراین ازش میرسم. راستش رو بخواهم فرود، من احساس میکنم که یه سری مطالب واقعا یک بار شنیدنش کفایت نمیکنه و باید به جان بشینه تا سؤال درخوری ایجاد بشه. اون تعقله رو لازم موقعی که من دارم یاد میگیرم تعقل نمیکنم، دارم یاد، تمام وجودم در یادگیری است. بله فکر کار میکنه، افکار مختلف میاد، اما اون عمیق شدنه، اون شیرجه زدنه بعد از اینکه این همه اینو گذاشتن جلو من، همه گزینه‌ها رو میزه، حالا من شروع کنم این پازل رو چیدن، فکر کنم، عمیق بشم، یاد بگیرم و غیره، حالا سوال میشه. واسه همینه من توی دوره ها میگم اول من توی 4 بار گوش، اگر گوش کردی تعقل کردی به نتیجه نرسیدی مخلصم هستم جواب بده، ولی وقتی تو میای میگی اینو نگفتی استاد، میگم این تو مثلا دقیقه 4 فایل همینو گفتم، یعنی تو یه بارم گوش نکردی، چرا من باید حرف تکراری بزنم؟ این یعنی از NPC به PC رفتم که تو برای خودت رفت بگذار، وقت دیگران رو هدر نکنی. نمیتونی اینجوری توجه کنید. من در ادامه استوریام یه استوری گذاشتم که اگه کسی نمیدونه NPC چیه این گفتگو رو برین گوش کنه، چون چیز قبلیمون استوری نمیشد صحبت هم. رو همون کامنت گذاشته که این NPC چیه، رو همونی که نمیشتم اگر نمیدونی NPC چیه اینجا رو برین نگاه بکنی، رو همون دایرکت میاد دیگه کامنت های استوری. حالا دوستان پرسیدن که اگه NPC تسلیم باشه چگونه میشه هدایت بشه؟ تسلیم نباشه. جواب در سواله. تسلیم چیه؟ خب تسلیم نباشه میشه هدایت بشه. استاد من از مرگ میترسم. بگو. استاد من از مرگ میترسم. پس مرگ ترسناکی در انتظارته. میگه در جامعه ای مثل ایران سرعت تغییر بسیار پایین هست. این باور شماست. معلومه چه زبانی دارم صحبت میکنم؟ من جدن در جدن ایرانی، 99.6% من ایرانی، به چه زبانی دارم صحبت میکنم؟ من چرا جزء جامعه ایران محسوب نمیشه؟ فرما جزء جامعه ایران نیست، الان به زبان بیگانه آرامی داره صحبت میکنم. آرامی دوست دارم و میدونی بازیگر بودن داخل زن کد شده و در و راه طولانی داشته. این همه باورهای محدود کننده شماست که با همین باورها داری زندگی میکنی. برای شما راه طولانیه، برای شما چون خانم هستی بازیگری پس باید بازی بکنن، اینا باورهای شماست. همین اتفاق در دنیای بیرونت میفته و میگی دیدی گفتم. نه عزیزم، شما خودت خلقش کردی. برو بعد. چرا زیاد گفتن استاد من نمیتونم به زودی اعتماد کنم، حتی به شما که فکر کنم انسان قابل اعتمادی هستید. دقیقاً کار درستی میکنی. نکن. اصلا بهترین کار همینه که اعتماد نکنی. نه واقعا اینو من از ته دلم میگم. اصلا بر چی اعتماد میکنی؟ برو تحقیق کن، برو بخون، ببین صحبتی که میشه، حرفی که گفته میشه، عقبه‌ای که وجود داره، همینا رو نگاه بکن، بعد ببین که دوست داری همراه بشی. اعتمادم نکن تا آخر سر، دوست داری همراه نشی، به همین سادگیه. حالا نمیشه شما بود پنجمی هستید؟ نه من بود ششمی هم لامصب. من دارم میرم 2. من که بعض وقتی یه مرکوس میکشی میرم پایین دوباره. آره 2-3 3-2 میکنم 2-3 بشه. شما بود پنجمی هستید؟ نه بود پنجم دیگه زمونش سر اومده. کامنت ها از جنس NPC هستن. آره من نمیدونم کجا. آره من بعضی وقتا 2D میشم. یادی میگم البته وقتی شما خودتو در آینه نگاه میکنی خودتو 2D میکنی، توهم اینو داری که میبینی، توهم اینو داری که 3D هستی.
داری خود دو بعدی میبینی. خب بعضی وقتا دو بعدی میشم، ولی هم دوست دارم اینی که آدم های سه بعدی ما رو چطوری میبینن خیلی جالبه. من که الان اگه حالا انجام نمیدم چون شما میترسید دستم رو اینجوری کنم از تو تنم رد میشه. من حالا تو رو ای آیی تو الان شمین میگفتش که این تیکه هایی که شوخی میکنی رو میبرن مسخره میکنن. گفتم اوکیس اگه قرار بود به مسخره کردن آدم ها و قضاوت آدم ها فکر کنم هیچ وقت اینجا نبودم این همه حرف نمیزن. نه آره میدونم. ببین که من با صورت هم زیاد بازی میکنم دار بود مثلا اخ میکنم ششام درش میکنم این ویدیو میگیرن از صفا این تیکه ها رو برمیدارن گیف میکنن به هم میفرستن. من یه گیف هایی از خودم دیدم ریسه رفتم برای هم ببست یه گیف و استیکر واتساپ و اصلا تو نمیدونی چه خبر لالوی اینا ما خودمون خبر نداریم. اگر یک انسان غریبه در یک دنیای مجازی به اسم اینترنت بتونه یه نفر رو آزار بده، اون یه نفر باید خیلی درباره خودش فکر کنه. تو بلاک بکنی میره دیگه چه کاریه. حالا یه سری به هم میگن که حالا جالب اینجاست، حالا من شما چون با هم زیاد صحبت میکنیم بعضی وقتا بعضی ها فکر کنم من شفاعتم بلدم بکنم، به من پیغام میدم به استاد چهرروز بگه من آن بلاک کنم. میگم یه بار دیگه اینو بگه خودم بلاکت میکنم. ببین ما الان چقدر داریم صحبت میکنیم فرهاد؟ یک ساعت و دو ساعتی داریم صحبت میکنیم. عزیزی نوشته لازمه از MPC در اومدن رو هم بگی. از اول من جواب میدم نه لازم نیست. کسی که دوست داره شکل زندگی خودش رو به هر شکلی که هست، حالا از لحاظ مالی، از لحاظ احساسی، از لحاظ خودش، درونش، قضاوتش، قلبش، مغزش، کسی که دوست داره راضیه، اوکی راضی باشه بمونه، اصلا هر اسمی هم دوست داره روش بذاره، دوست داره بذاره من PC هم، من MPC هم، خودش آیدنتیتیش رو میتونه تغییر بده. کسی که احساس نمیکنه که لازم داره تغییری ایجاد بکنه در زندگیش برای اینکه با عدم تغییر زندگیش جایی هست که ناخوشاینده براش، خب نکنه. اصلا اینجا چه کار میکنه؟ اصلا چرا به این صحبت رو گوش میده؟ اطلاعات میخواد بگیر راجع به MPC باش، خوبه. MPC دونستن چیز بدی نیست، اطلاع داشتن چیز بدی نیست در نهایت، ولی اگه تغییر نمیخواد ایجاد بکنه، کسی زور مگی کرده که یه نفر MPC بمونه یا نمونه؟ اینا اطلاعاتی که داره داده میشه که هر کس کلاه خودش رو قاضی بکنه ببینه داره چه کار میکنه، دوست داره تغییر بکنه یا نکنه. موات هم میگه باز نیست. یه کار داره به جاهای باریک میکشه در مورد چهره من دارن نظر میدن و اینا تا چیزی بشه نداشتم که چوبله چرخشون بره برم کنم. آره منم با عزتون برم که مرینیتو در بیارم بنازم توی ممنونم فرود جان. الان دیگه نه، ولی فکر میکنم شاید چند ماه دیگه، شاید برای عده‌ای خاص بریم سراغ از PC به C. بسیار عمالی، خیلی هم دامیده. دست شما هم در نکنه. خیلی ممنون که منو اینجا داشتین با خودتون. امیدوارم که حرفی نزده باشم بعضی ناراحت بشن. روی ماه همه تونو بوس بوس در عشق و نور یگانه آفریدگار بی نهایت باشید. من مجدد از همتون سپاسگزاری میکنم که وقت گذاشتید، که روز برگزار کردیم که فردا هم به کار زندگیش برسیم. برای ماتریکس هم بگم که دایرکت بدید ماتریکس، اطلاعاتش میاد و مراحل ثبت نام رو میتونید طی بکنید. فکر میکنم 3-4 روز دیگه ثبت نام رو میبندیم. در عشق و نور باشید و بمانید.